مرحوم علامه طباطبایی تفسیرش رو می نوشت. وقتی رسید بود به فصل ذوالقرنین یعنی سوره کهف، یه نامه برا من نوشت، نامه که حالا متاسفانه اون نامه رو الان در اختیار ندارم، به خط خودش معلوم بود دستش هم می‌لرزه، ولی خط خوبی بود. که این کتاب را من شنیدم شما ترجمه کردین، یه نسخه از این ترجمه را من بفرستین، چون من رسیدم به این قسمت و منم فرستادم. ثابت کرد از روی مجسمه ای که کوروش هست، بالاش هم نوشته بوده که من کوروش هستم به خط میخی، ولی اون تکه البته را شکسته و همه رفته. و دلال دیگه خیلی با استدلالات متقنی ثابت میکنه که این توی قرآن فقط لقبش اومده ذوالقرنه. ذوالقرنه این دارنده دو شاخک به طرف دو طرف کلاه. تاجای قدیم برای اینکه اون تاجایی درست میکردن ساسانی میبینین یه دوتا شاخکی ترفی داره که پر از جواهر است تو زیبا و فلان اینا. به پیشنهاد ایرانیان مقیم استرالیا سیدنی مجسمه رو ساخته بودن. به این مجسمه رو ظاهرن یه هنرمند آشوری که مقیم به لبنان هم بوده است از مهاجرین ایرانی ساخته است. یه روز هم اختصاص داشتم برای افتتاحی مجسمه، همه ما ها را افتادیم رفتیم اونجا. وزیر فرهنگ استرالیا اومد نطق کرد و جمله ای از نطقش رو بهتون بگم و واقعا چقدر ارزش داره برای ما. اون این است که گفت ما امروز اومدیم پرده برداری کنیم از مجسمه کسی که 2500 سال پیش روشی برای اداره مملکتی پیدا کرد از نظر سازگاری و سازگاری با ملت ها و عقاید گوناگون که تبدیل به امپراتوری بزرگ اخامنشی شد. همون کاری که ما بعد از 25 قرن حالا در استرالیا داریم به زحمت اونو انجام میدیم، یعنی فرهنگ ها و اعتقادات گوناگون مردم مهاجری که از تمام دنیا آمدن در استرالیا هستن و ما باید اینا رو درک کنیم. اینو به زیر فرهنگ های استرالیا کنیم.